محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی در عراق صبح دوشنبه با مقامات اقلیم کردستان دیدار کرد. ریاست اقلیم کردستان میگه توافق امنیتی ایران و عراق یکی از محورهای گفتگوی نشیروان بارزانی با محمد کاظم آل صادق بوده. به گفته وبسایت ریاست اقلیم کردستان، نشیروان بارزانی گفته که اربیل به توافق امنیتی تهران و بغداد پایبنده و اجازه نمیده هیچ تهدیدی از سوی اقلیم کردستان متوجه جمهوری اسلامی بشه. سفیر جمهوری اسلامی با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان هم دیدار کرد. به گفته حکومت اقلیم، در این دیدار در مورد روابط اربیل بغداد و میزبانی حکومت اقلیم از زائران اربعین رایزنی شده. همزمان آلینا رومانوفسکی سفیر ایالات متحده هم امروز در اربیل بود و با مسرور بارزانی دیدار کرد. طبق اونچه که حکومت اقلیم اعلام کرده، در این دیدار هم در مورد روابط بغداد و اربیل گفتگو شده. اما ناظران معتقدند که با در نظر گرفتن این نکته که حکومت اقلیم اساساً اخیراً در مورد توافق امنیتی عراق و ایران اظهار نظر نکرده، حضور همزمان سفرای ایران و آمریکا در اربیل نمیتونه بی ربط به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه احزاب کرد باشه. سفرای ایران و آمریکا در عراق همچنین با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق هم دیدار کردند. از سوی دیگه باول طالبانی رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان دوشنبه در تهران با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه سفر باول طالبانی به مهلت تعیین شده برای خلع سلاح احزاب کرد ربط نداره. این در حالی است که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی یکشنبه سفر او رو به تحولات مربوط به احزاب کرد ربط داده بود. ناصر کنعانی دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت مهلتی که جمهوری اسلامی برای خلع سلاح احزاب کرد تعیین کرده، یعنی 28 شهریور، تمدید نخواهد شد. جباریاور دبیرکل سابق وزارت پیشمرگی اقلیم کردستان عراق هم به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفته خلع سلاح و اخراج احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در مدت زمان تعیین شده عملا غیر ممکنه. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاو از اعزام نیروهای سپاه پاسداران به مناطق مرزی خبر داده. به گفته این سازمان حقوق بشری، احتمال داره هدف سپاه پاسداران حمله به مواضع احزاب کرد باشه. سوران خاطری، صدای آمریکا، اقلیم کردستان عراق.